بسم الله الرحمن الرحیم. با درود خدمت دانش آموزان عزیز و مهمانهای عزیز که در خدمتون هستیم، با توجه به آزمون در واقع کانون که در پایان این هفته است و گزینه دو، ما تصمیم گرفتیم که یک سری کارگاهی رو به صورت متوالی بذاریم انشاءالله، که با ترکیب توابع شروع کردیم. انشاءالله من امروز ترکیب توابع رو میگم، اگر که فرصت کردیم امروز یک مقدار در مورد عملیات روی توابع هم خواهم گفت که همون جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و انتقال توابع هست. اگر هم فرصت نکردیم کارگاه بعدی که در خدمتتون هستیم، ما انشاءالله در تابع سه تا کارگاه خواهیم داشت و بعد وارد مثلثات خواهیم شد. این فایل هم انشاءالله ضبط میشه دیگه، بله این فایل هم ضبط میشه و حالا انشاءالله این فایل رو در گروه و تلگرام قرار خواهیم داد و در خدمتتون هستیم. خب دانش آموزا اومدن، اکثرا اومدن، تعداد خیلی خوبی اومدن و من تصویرتون رو و سوالاتون هم اینجا دارم و بعد چت رو که باز کنیم دیگه اوکی میشه. فعلا کلا چت ها بسته میشه که بله مطالبی میگیم، بله مطالب در موقع مرور هم خواهیم کرد. خب برنامه کاری ما به این صورت هست که من یک تدریس درسنامه دارم، این درسنامه رو به شما ارائه خواهم کرد، یک سری نکات رو در اونجا خواهم گفت و بعد وارد تست ها میشیم. تست ها رو که شروع کردیم، در تست های اولیه هر تست رو 30 ثانیه یا یک دقیقه فرصت میدم شما حل کنین، پاسخاتون اینجا چتت رو باز میکنیم و پاسخ ها رو میبینیم، بعد به روش در واقع یکتا حل خواهیم کرد. خب ما بریم سر وقت کار. بچه ببینید، یه تابعی داریم، ما میدونیم که تابع در هر صورت به سه یا چهار مدل میتونیم نشون بدیم، تابع با زوج مرتب، با نمودار، با ضابطه جبری و با نمودار و. مثلا یه تابعی داریم این F باشه، مثلا 1 و 2، 2 و 3، این یه تابع. یه تابع هم داشته باشیم G، مثلا 2 و 1، 3 و 3، مثلا حالا 1 و 2. من میخوام عملیات توابع جدید به نام ترکیب توابع براتون بگم. شما اینو احتمالاً همکارای ما در مدارس گفتن و ما خودمونم یک بار در کلاس ها گفتیم. ببینید، چیزی به نام FOG یا FGX، FGX خب بله، این بسیار عالی، بله نزن آن اوکی شد. خب FGX بچه چند لحظه تا اوکی کنم، آها بسیار بله آنو مرسی. خب ما در این مجموع چون کارگاه های اولیه‌مون هست دیگه این مشکلات پیش میاد و کم کم دستم روون میشه. خب FOGX نگاه کنین بچه ها، این X مال G و کل G میره توی F، کل G میره توی F. خب برای FOG رو من بخوام پیدا کنم کافیه دستم رو بذارم روی X های G. چرا؟ چون این X ها مربوط به G هن. F G X، اول G روی X اثر میذاره، بعد خروجی G رو داریم، F میاد روی این اثر میذاره. پس اول میگم 2، 2 رفته به 1 اینجا، 2 رفته به 1 یعنی G 2 1. حالا F روی این اثر میذاره، F 1 رو برده به، بعد خط دارم میمیسم، F 1 رو برده به 2،
پس من به جایی که این کارا رو بکنم میگم دو رفته به یک، یک رفته به دو، میشه دو رفته به دو. ببین دست منو، دست منو ببین، سه رفته به سه، اینجا سه هیچ جا نرفته، یک رفته به دو، اینجا دو رفته به سه، پس یک رفته به سه. از مشهد رفتی تهران، از تهران رفتی کرج، انگار از مشهد رفتی کرج، پس یک میره به سه. ببینید این مؤلفه اول مال جیه، بعد جیه ایکس رو پیدا میکنیم میذاریم توی اف. این با استفاده از زوج مرتبه خیلی ساده است، اینا رو شما بلدین احتمالا. یک مثال دیگه بزنم، مثلا اینجا اف ما این باشه، یک و دو، دو و سه، حالا مثلا اینجا هم سه و چهار. جی ایکسمون هم این باشه، مثلا حالا پاکش کنم یه مدل دیگه بگم، مثلا دو ایکس به علاوه یک. جی اف ایکس چی میشه؟ خب برای اینکه ببینم که کیا میتونن اینو بگن، به فیلم ضبط شده پیام میدین و ما براتون میفرستیم. دوستان ببینم کیا میتونن اینو حل کنن، برای من بفرستین. آره چت ها رو باز کنید تا من ببینم کیا. اف اینه، جی اینه، جی اف ایکس چیه؟ هر کی درست بگه همین الان میگم جایزه بدم. به صورت حالا خب خانم کرمزاده، امیر پارسا ریحانی، مریم میرزاخانی، نه اشتباه شد، زیرکی، خب 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 خیلی تون شد، نه عدد که نمیشه، زوج مرتبی میشه، آی آی زوج مرتبی میشه، آفرین مشهدی مقدم، شرفی، خب دیگه بقیهش، خب خب اوه زیاد شد، خیلی زیاد شد، بله باریکلا باریکلا. خب حالا من می‌نویسم ببینین که کدومی که درست گفتن. آها این فکر کنم آخری درست شد، سراچه، خب مرسی. حالا نگاه کنی منو، بچه نگاه کن، خوب ببین، الان اف ایکس کجاست؟ اینجاست. دستم رو باید بذارم اون مؤلفه اول اف، یک رفته به دو، حالا جی دو رو کجا میبره؟ یک رفته به دو، دو میره به پنج، دو رفته به سه، اینجا سه کجا میره؟ هفت. سه رفته به چهار، چهار کجا میره؟ نه. خب ببینیم کیا درست گفتن. خب مرسی، بله الان میگن بهتون، همین الان جایزه میدن بهتون. خب الان نگاه میکنن آقا، نکن فاطمه غفوری، ببین منو چطا رو ببندیم. فاطمه غفوری ببین، مؤلفه اول یکه توی اف، ببین این ایکس ها مال کجاست؟ این ایکس مال افه، یک رفته به دو، حالا اف یک رو میبره به دو، جی دو رو کجا میبره؟ دو باید اینجا بذاریم، دو دوتا چهار به علاوه یک پنج. F دو رو میبره به سه، F دو رو میبره به سه، G کجا باید بره؟ سه رو کجا میبره؟ G سه رو میبره به سه، دوتا شیش بلا یک هفت. F سه رو میبره به چهار، G چهار رو کجا میبره؟ میبره به نو. خیلی ساده، درست شد. این F O G X نیا کنیم، من زوج مرتب رو گفتم، زوج مرتب و ضابطه‌رم گفتم، حالا ضابطه و ضابطه‌رم میگم. از همه اینا باید شما حداقل ده تا مثال بزنید،
یه جزوه خیلی خوب به مناسبت سال روز تولد حضرت محمد صلی الله محمد و آل محمد براتون میفرستم، به پشتیبانی با کلاس آنلاین پیام بدین براتون PDFشو میفرستم براتون. خب به منو، من زوج مرتب و زوج مرتب داشتم، زوج مرتب و ضابطه داشتم، حالا ضابطه ضابطه میخوام برم. ببین این خیلی ساده است، این چیزی که شما اوکی این دیگه، fx این باشه، 2x به اضافه 1 gx هم این باشه، 3x به اضافه 4. حالا من میخوام fogx رو پیدا کنم. خیلی ساده است این دیگه، هر بچه کودکستانی میدونه. من البلان یه مقداری دارم کنتر در واقع با مثالای ساده تر میرم جلو که تو ذهنتون بیاد کم کم. خب الان چی میگه؟ این میگه F G X. خب ببین F G X یعنی F 3X علاوه 4. F چی میگه؟ میگه آقا من هر چی رو بگیرم دو برابر میکنم به اضافه یک. پس علی رو بگیرم دو تا علی به علاوه یک، قلی رو بگیرم دو تا قلی به علاوه یک، پنج رو بگیرم میشه دو پنج به علاوه یک یازده. اگه سه ایکس به علاوه چهار رو بگیره چی میشه؟ اینو دو برابر میکنه به اضافه یک میکنه. خب حالا اینو ساده کن میشه شیش ایکس به اضافه چهار دو تا هشتا به اضافه یک، تمام. 6x به اضافه 9، درست؟ خیلی ساده است. این مفهوم اولیه FOG بود، یعنی یه تابع میاد یه تابع دیگر رو به عنوان ورودی میگیره، بعد حالا میخوام ضابطش رو پیدا کنیم. یه مثال میگم شما حل کنید تا بریم روی نکات. اف ایکس این باشه، اف او جی رو شما پیدا کنین، اف او جی رو شما پیدا کنید، چتا رو باز کنید تا من ببینم اف او جی رو پیدا کنید. چتا حالت خصوصیه دیگه. آره خب 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 دیگه زود ببینم. یه ساده سازی هم میخواد. یه ساده سازی هم میخواد. نه نگاه کن، نوشتی پنج منفی چهار. نه من که عدد نمیخوام، اینجا یک ضابطه میخوام ها، یه ضابطه میخوام، یه ضابطه بنویسی. آها خب خوبه، آره رویا خوب شد، چند نقطه خوب شد، باریکلا داری میای الان. آره آفرین آفرین. خب برای شروع میشه، باریکلا امیر پارسا. خب 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 مرسی. 7x علاوه 5 بروی 4x به علاوه 5، 7x به علاوه 5 تقسیم بر x به علاوه 1، 7x به علاوه 2 تقسیم بر 4x به علاوه 3. او او تون شد تون شد تون. 7x به علاوه 5 تقسیم بر 4x خیلی زیاد شد. آره خب متفاوت داره میشه الان، خیلی داریم متفاوت میشه. خب من حلش کنم، ببندی چطور رو مرسی. ببینید f ما اینه، g ما اینه، f او g رو میخوام، یعنی f g x رو میخوام. این یکم کوچیکش کنم ببرمش بالاتر که یکم کوچیک بیشتر باید بکنمش، یکم دیگه کوچیک. آها خب
نگونی اف او جی یعنی چی؟ یعنی اف جی ایکس، اف جی ایکس. حالا اف جی ایکس یعنی اف دو ایکس علاوه یک به روی ایکس علاوه دو. اف میگه من سه برابر میکنم چی رو؟ هرچی داخلمه، دو ایکس علاوه یک به روی ایکس علاوه دو به اضافه یک به روی دو ایکس علاوه یک به روی ایکس علاوه یک منها یک. یکم بدخط نمیشتم. بعد این چیه؟ اینو ساده کنم، ساده کنیم، دو سه تا شیش تا علاوه ای سه به روی مخرج مشترک بگیرم ایکس علاوه یک دیگه، علاوه ایکس علاوه یک. اگر اشتباه کردم بگین به من ها. مخرج مشترکمون میشه دو ایکس علاوه یک به روی ایکس علاوه یک منهای ایکس منهای یک. مساوی میشه این که با این خط میخوره، 6x میشه 7x علاوه 4 به روی x به روی x دیگه، اونجا منهای 1 داره کاملا درست. درسته؟ کجا اشتباه کردم؟ چطور باز کنیم ببینیم بچه کجا میگن؟ درست حل کردیم؟ درسته؟ مخرج یک از کجاست؟ دو ایکس علاوه یک منهای ایکس منهای یک میشه ایکس. تخته رو میشه بزرگتر کنید؟ یک با یک خط خورده دیگه، این یک با این یک خط خورده، باید ایکس به علاوه دو باشه. چرا باید ایکس به علاوه دو باشه؟ ایکس منهای یک دیگه، ایکس به علاوه دو. مخرج ما ایکس من... اینجا جیمون ایکس به اضافه یک. آها آها بچه بچه هاش اینجا یک اشتباه کردی، اینجا دوه، اینجا دوه. حالا این بدخط نوشتیم ما، اینجا دوه، اینجا دوه، این رفته زیر این، آه اینجا دوه، اینم دوه، پس کل این اشتباه شد، میشه دو ایکس به اضافه سه ایکس به اضافه دو، اینجا دوه. پس مخرج ایکس به اضافه دو اینجا دو، اینجا دو. خب یکم بیارمش پایین تر که با اونجا ببینم، باز دوباره اگه خط خورد اشتباه نکنیم. خب 6x به علاوه 3 به اضافه x به علاوه 2 به روی x به علاوه 2، 2x به اضافه 1 منهای x منهای 2 اینجا باید باشه، این دو. خب حالا میشه 6x میشه 7x به علاوه 5 به روی x منهای 1، اینم با x به علاوه 2 رفت. درست؟ اوکی، یکی دیگه حل میکنیم. بله یکی دیگه، خب f x این باشه، g x این باشه،
اف او جی رو پیدا کنیم. سریع پیدا کنیم. خب سریع پیدا کنیم که ما درس هفتمین باید تستا رو شروع کنیم. دوستانی که میخواستن بیان دیگه الان اومدن دیگه. خب بریم. اف جی ایکس میشه سه تا جی ایکس منهای یک به روی دو تا ایکس ایکس منهای یک به اضافه پنج. یه مخرج مشترک ساده بگیریم تمومه دیگه. دیگه ایناش با شما دیگه. ایکس منهای یک میشه شیش ایکس منهای ایکس به اضافه یک منها ضرب میشه. دو ایکس علاوه پنج ایکس منهای پنج به روی ایکس منهای یک. این با این خط میخوره و میشه پنج ایکس علاوه یک اگه جا بشه به روی هفت ایکس منهای پنج. این از این. اگر جی او اف بود، اگر جی او اف بود، بیاین بچه ها جی او اف رو این دفعه پیدا میکنم. همه رو پاک کرد. اگر جی او اف بود، اینم جی او اف برای شما. یعنی میشه چی؟ یعنی جی اف ایکس. جی میگه من دو برابر میکنم چی رو؟ هر چی که هستم. من دو برابر میکنم به روی خودش منهای یک. تموم. این هم جیوز. درسته؟ آقا بریم تست. از الان به بعد نکته میخوایم بگیم. بچه ها ما جی او اف رو یک یاداوری کردیم، حالا میخوایم تست بزنیم. ببین الان من اگر به شما بگم که آقا اف اینه جی اینه، خب شما جی او اف یک رو پیدا کن، چه باید بکنی؟ چه باید بکنی؟ یک رو بذار میشه یک رو بذاری داخل این دیگه. اف یک، اف یک میشه سه منها یک دو به روی شش. انگار جی یک سوم میخوای پیدا کنی، میشه چی؟ دو ضرب در یک سوم میشه دو سوم به روی یک سوم منها یک دو سوم منفی میشه منفی یک. آقا ببین حالا من میتونم از همین تکنیک عددگذاری توی تست ها استفاده کنم. مگه تو تست ها نمیگه حاصل جی او اف کدام گزینه است؟ وقتی میگه حاصل جی او اف یا هر چیزی کدام گزینه است، حاصل یک عبارت رو میخوای پیدا کنی، شما به راحتی میتونی تو گزینه ها مثلا عدد یک رو بذاری. تو گزینه عدد یک رو میذاری باید جواب منهای یک بشه. تمام. ببین منو ببین منو این سوال اولین تستمون. تمام این سوالا مال کنکور سراسری، مال قلمچی، مال همین آزمون قبلیش هم هست. من میخوام تست بزنم. ما یه ساعت و نیم فیکس تست میزنیم، نکته میگیم.
نمیشه مخرج مشترک نگیریم صورت رو با مخرج ساده کنیم. نه دیگه، مخرج مشترک بگیری بابا. مریم خانم، تو مریم میرزا خانی هم هستی. سلام سلام سلام، دوستان داره میان هنوز. خب تصویر خیلی بد دیده میشود. شما تصویر اینجا رو که داری، آره تصویر این الان خطی که کشیدم رو داری؟ تصویر من کم کیفیه. تصویر من رو میخوای چیکار کنی؟ تصویر درس رو نگاه کن، یکم تصویر با کیفیت ما رو بدین آقا. ببینم یکم تصویر با کیفیت من خوبه؟ یکم تصویر با کیفیت من. الان اگه من تصویرم با کیفیت باشه، تخته پشت رو باز کیفیتش کمتره، درسته؟ آره؟ خب من با کیفیت باشم بهترم دیگه. خیلی خوب، حالا برید همون حالت قبلی، تخته رو آوردیم. سوال، یک دقیقه فرصت. اگر اف این باشه، یکم بزرگترش کنم، حتی اینم بزرگتر، یک کم دیگه هم بزرگترش کنم، بعد بیارمش پایین‌تر که کامل شما ببینید. اگر اف این باشه، جی این باشه، اگر اف x به اضافه 1 x به نهایه 1 و f او g هم این باشه، مقدار g 1 رو پیدا کن. سلام، خوش اومدین، محمد رضا. اولین تست اینو چون بزرگش کردم، گزینه 4ش رفت زیر، حالا اشکال نداره. گزینه 4ش عدد 5، اینم 4، اینم چرا این میره؟ نه خوب، گزینه 4 عدد 5 بفهم. جواب 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 ببینم. تون 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 آه، باریکلا باریکلا. اختلاف بین علما خیلی زیاد شد. 3 4 گزینه 2 ماشاءالله، فقط گزینه 1 رو نزده کسی ها. اولین نفر تو قطعا 4، باریکلا. خب دیگه 3. ببینیم الان مگه من اف او جی ایکس رو ندارم و جی یک رو میخوام؟ خوب نگاه کن، من الان اینجا 1 میذارم چون یه طرف مساوی است. این طرف که به جای ایکس 1 گذاشتی، این برم باید 1 بذاری دیگه. بیا اینم 1 گذار، اینم 1 بذار، میشه چند؟ جی اف جی 1 با کیفیت شد، تغییر کرد، چقدر خوشگل شد خطمون، مساوی میشه با چند؟ اف جی 1 میشه چند؟ 1 و 1. اینجا هم که 1 گذاشتی، اینجا چه پاک میشه؟ حالا بعد سر 1 و 2 3 3 2، درست بچه ها؟ من در طرفین این رابطه اومدم چی گذاشتم؟ 1 گذاشتم، پس اف جی 1 میشه 3 دوم. حالا من میخوام چی رو پیدا کنم؟ من میخوام اینو پیدا کنم. رنگ رنگ بیا، ای بابا بیا دیگه، آ اومد. من میخوام اینو پیدا کنم. ببین اف چی شده 3 دوم؟ اینو مساوی با 3 دوم میذاری، بفهم، اینو مساوی با 3 دوم میذاری. خب اینو پاک کنم. حالا شانس ما همینجا این چشمک زدنش گرفته. خب یعنی x به اضافه 1 به روی x منهای 1 باید 3 دوم باشه. یک طرفه می کنیم، طرفه وسطه می کنیم، میشه 2x به اضافه 2
مساوی است با 3x منهای 1. درسته؟ 3x منهای 3. 2 میاد این طرف، 3 میاد این طرف، میشه 5. میشه گزینه ی چهار. نکن با یه عدد گذاری خیلی راحت مسئله حل شد. هنوز چیزهای بسیار جذاب میخوام بگم بهتون. یکی بعدی ارادت ممنون. آره اوکیه، هر عددی دلت نکن، چون گفته جی یک رو میخوام شما یک بذار، اگه میگفت جی دو رو میخوام شما دو بذار، اگه میگفت جی قلی رو میخوام شما قلی بذار. یکی بعدی، سوال بعدی، خب اف ایکس مساوی با قرد مطلق ایکس منهای ایکس، ضابطه اف اف برابر چند است؟ خانم هستی اینجاست؟ خانم هستی اگر هستی یک یک بزنه، اینو به روش هستی میخوام حل کنی. مرسی، باریکلا، اوکی اوکی. نگاه کن، یه دانش آموزی داشتم من این روش اینطوری حل کرد، اسمش هم هستی بود. ببین یه دانش آموزی داشتیم، اومد اینجاست، گفت آقا به جای x بذار قرن مطلق داریم دیگه، بذار یک بذار، یه دفعه منهای یک بذار، یک گذاشتم شد چند؟ F1 میشه چند؟ صفر. F0 هم میشه صفر. پس اگر ما یک بذاریم میشه صفر. خب یک اگر بذاریم میشه صفر. یک بذاری اینجا میشه یک، یک بذاری اینجا میشه یک، یک بذاری اینجا میشه دو، یک بذاری صفر. تمام، کلک کنده. امیر محمد چی نوشتی؟ اونجوری نرو، میخوام تست بزنم. آقا قال یکتا، یه حدیث از من بشنو. در هر درسی، فیزیک، شیمی، ریاضی، در هر درسی، در هر جایی بودی، تو هر آزمونی بودی، کنکور بود، فلان بود، اگر جواب در گزینه ها بود مدیونی تست رو حل کنی، باید فقط رد گزینه بدی. پس هر جا شما جواب رو دیدی باید رد گزینه بدی. این یه تیپ کلیه، حالا تیپ های مختلف هم میگم بهتون. بله ارفان شما پنج رو بذار، ارفان پنج رو بذار، باریکلا مریم، باریکلا پنج رو بذار. ارفان زمانی پنج رو بذار. اف پنج میشه چند؟ اف هم بازم میشه صفر. باریکلا. سوال بعدی، صد درصد میشه، باید بشه 250. دویستو نداریم. خب گفته اف جی ایکس، ایکس به روی ایکس منایسه است، جی ایکس هم دو ایکس منایه، که اف سه رو پیدا کن با قاطعیت. دو زیاد شد دیگه، دعاتون زیاد شد، باریکلا ماشاءالله. آقا شاگردار رو ببینیم، باریکلا بسیار عالی. بچه ها اگر مشکلی داشتین عدد پنج رو بزنید، اگرم که من گفتم اوکیه دیگه هفت، دیگه تعداد تک رقمی های ما هفت. محمد پنج رو زد، مرسی. ببین مقدار اف سه رو میخوای، ببین منو، رنگمون رو بریم همون رنگ خوشگل خودمون بکنیم. اف سه رو میخوای، ببین اف
جی ایکس شده ایکس ایکس منهای 3. آقا شما باید اینجا، باید اینجا 3 بشه دیگه، درسته؟ نعیمت چرا؟ اینجا، اینجا باید 3 بشه، درسته؟ خب اینجا که میخواد 3 بشه یعنی جی ایکس هم 3 شده. آقا جی ایکس کجا 3 میشه؟ کاری نداره، 2 ایکس منهای 1 و 3 بذار، پس ایکس من میشود چند؟ 1 میاد اون طرف میشه 4 تقسیم بر 2 میشه 2. پس آقا شما اینجا نگاه کن، اینجا شما به جای ایکس بذار چند؟ 2، درسته؟ پس اینجا باید به جای ایکس بذاری 2، به جای ایکس بذاری 2، جی 2 میشه 3، حالا اف 3 میشه این دیگه، میشه 2 تقسیم بر منهای 1 میشه منهای 2. آقا ما داریم حل میکنیم؟ نه دیگه، اصلا من این تستا رو حل نمیکنم، همش عدد گذاری. درست شد؟ اوکی. سوال بعدی، اگر توابع F و G به صورت روبرو باشه، نگاه کنید بچه ها این ماشین رو ببین، اینو ببین، این یعنی X اول رفته تو F، بعد اون آقای G اومده رو سر وقتش گفته من 2x دارم. آقا درسته یا نه؟ بازش تست 1400 هم آماده کردم برات، تست 1400 هم آماده کردم برات. آقا چت داریم ما، اگه درسته بزن، اگه درسته بزن 7. شد دیگه تمام، باری کلا. حالا من اینو دارم، حالا جی ایکس هم چیه؟ اینه. من چی میخوام؟ F5 میخوام. پس من کافیه چیکار کنم بچه ها؟ من کافیه اینجا بذارم 5، اینجا میذارم 5 میشه 10، درسته؟ من F5 رو میخوام، اینو میخوام، جیه چه چیزی شده 10، اینو مساوی با 10 بذار، 3x علاوه 4 مساوی با 10، پس 3x مساوی است با چند؟ 6. x مساوی است با 2 و می شود گزینه 2. خیلی راحت. سوال بعدی، گفته اگر اف ایکس این باشه، اف جی ایکس این باشه، اف به اضافه جی کدام گزینه میتواند باشد؟ آقا یک دقیقه فرصت حل کنید تا من یه چایی هم بخورم. همون چایی رو جلوی دانش آموز باید بخوریم، اگه نه که فایده نداره. ما خیلی مخلصیم. در مجموع آقا برای جلسه اول خوبه یا نه؟ میاد ببینید بازخورد بچه ها؟ نه اون اکت خودمونو میگی، اکت کار خودمون. صدا رو دارین؟
آقا بچه ها میگن الو. خب خب صدا رو داریم. آره خب میشه گزینه یک x به توان دو ن. خب بله بله. خب گزینه میشه گزینه یک دو دو سه یک سه زیاد شد دو خب سه چهار رو چرا نمیگین؟ چهار گناه داره. خب چطوری حل؟ مرسی ممنونم. چطوری حل کردی؟ ببین خوب دیگه این از اون تستایی که آقای طراح کنکور اومده گفته باید شما اف رو پیدا کنی. نمیشه. دوستان ما هم میگن آقا اینو نمیتونی با عدد گذاری حل کن. نگاه کن من چیکار میکنم. ببین من الان دارم اف به اضافه جی یک رو بذارم، درست شد؟ اف یک پاکش کنم بعد شد تمیز بنویسم. اف یک علاوه جی یک. آقا من میخوام اینو پیدا کنم، اف به اضافه جی یک رو پیدا کنم. اف به اضافه جی یک یعنی اف یک به علاوه جی یک. این که هر کودکستانی هم میدونی. حالا اف یک هم چنده؟ اف یک هم میشه یک منهای یک صفر منهای دو، درسته؟ حالا من میخوام جی یک رو پیدا کنم. الان اف او جی رو دارم، میخوام جی یک رو پیدا کنم. یک رو میذارم داخل آه. یک منهای دو میشه چند؟ جی یک میشه چند؟ آقا جی یک میشه اف جی یک میشه چند بچه ها؟ اف جی یک میشه چند؟ صفر. باری کلا اف جی یک میشه صفر. اف جی یک میشه صفر، درسته؟ اف چه چیزی شده صفر؟ اینو مساوی با صفر بذارم، اینو مساوی با صفر بذارم. اف چه چیزی شده صفر؟ یعنی x2 با یک رنگ دیگه می‌نویسم که گیج نشینا. روش فوق العاده حرفه‌ای ها. x2 منهای x منهای x منهای 2 مساوی با صفر، درست شد؟ من میخوام اینو حساب کنم چی میشه؟ یکیش میشه منهای یک، یکیش میشه دو، درسته تا اینجا؟ اگر درسته تا اینجا عددمونو بزنیم هفت. یه بار دیگه پنج داریم، پنج فاطمه غفوری پنج دو گفت. محمد چه محمدی هم نوشته؟ محمد هم نه محمد. خب ببین من میخوام اف به اضافه جی ببینم چیه. من یه عددی میذارم، مثلا یک رو میذارم اینجا. اف به اضافه جی یک میشه اف یک به علاوه جی یک. اف یک اینجا میشه چند؟ منهای دو علاوه جی یک. رو نمیدونم پیدا کنم، میام اف او جی رو دارم، تو اف او جی یک میذارم. اینجا یک گذاشتم، اینجا هم یک گذاشتم، اینجا هم یک گذاشتم، درسته؟ یک به علاوه یک منهای دو میشه صفر. پس اف جی یک میشه صفر. آقا بله اف چه چیزی میشود صفر؟ اف چی میشه صفر؟ خب اف رو باید مساوی با صفر بذاری که ریشهش پیدا بشه. یعنی اومدی x2 منهای x منهای 2 رو مساوی با صفر گذاشتی. x در اومد منهای 1 منهای 2، یعنی جی یکت آقا بنویس دیگه تو رو خدا، جی یکت یا منهای 1 یا 2. پس جی یکت یا منهای 1 یا 2، یعنی اگر تو گزینه ها یک بذاری باید یا منهای سه بده یا صفر بده. تو
تو گزینه ها اگر یک بذاری یا باید منهای سه بده یا باید صفر بده. خب تو گزینه ها یک رو بذار خودشه، تو گزینه دو بذاری چی میشه؟ دو میشه. تو گزینه سه بذاری منهای یک میشه، تو گزینه چهار بذاری سه میشه. تمام. ببین اصلا وحشتناک آن روش. اوکی شدین؟ آقا راه غیر عدد گذاری که شما باید اینجا خیلی راحت از تو این جی رو پیدا کنی دیگه پسر بابا، از تو این باید جی رو پیدا کنی. بله خیلی راحته، شاخه هستم. مرسی. آقای حسین خان دستوری راه غیر عدد گذاری رو بعد از این جی رو پیدا کنی. برو جی رو پیدا کن، 5 دقیقه وقت تو میگیره. سوال بعدی، خب باز میریم سر وقت زوج مرتب. سوال قشنگه، با فرض آن که F این باشه G این باشه، حاصل F به علاوه F و G رو پیدا کنید. من F و G رو چجوری پیدا کردم؟ F و G دستم رو باید روی کجا بذارم؟ چطور باز کنین آقا؟ بازه. اوکی، دستم رو باید کجا بذارم؟ همین الان بگیم روی کجا؟ ای نیما اسدی تو کی بودی؟ چرا میگی روی F؟ روی G بذاریم. آفرین، روی X های G بذاریم. روی X های G بذاریم. روی X های G بذاریم. یعنی دو. دو رفته به چهار، چهار هیچ جا نرفته. درسته؟ سه رفته به صفر، صفر هیچ جا نرفته. منهای یک رفته به دو، دو رفته به سه، منهای یک رفته به سه. درسته؟ درسته بچه ها؟ آقا درسته؟ خب تمومه دیگه، تست تمومه الان. آقا نگاه کن، تست تمومه. منو ببین، میشه گزینه یک؟ اگه گفتی چرا، همین الان جایزه میدم. ببین من دیگه حلش نمی کنم. اگه گفتی چرا؟ باریکلا، دامنش منایه که دیگه. باریکلا، کی گفت اولین نفر؟ کی گفت؟ عرفان زمانی. عرفان زمانی آقا شماره کارتت رو تایپ کن، همین الان میزنیم به کارتت. آقا یه جایزه همین الان بزنیم به کارتش، همین الان یعنی بدیم به من، تو من خودم با حساب خودم بزن. باری تایپ کن سریع. خب آقا تموم شد دیگه. یعنی من نگاه کن، من میگم F به اضافه G اگر جواب بده بالاخره باید رو دامنه مشترک باشه. دامنه مشترک اگر باشه منایک. حالا ممکنه آقا تست اگر من طراح بودم، انداز شماره شو آفرین الان میزنم بزن. اگر من طراح بودم، این آقای طراح به نظر من که خیلی جالب نبوده، اگر من طراح بودم اینجا یک توهی هم میذاشتم، گزینه چهار میدادم توهی. چرا؟ که دانش آموز بده حلش کنه اینو. دانش آموز اگر F به علاوه G رو بلد نباشه این تست رو میزنه بازم. بریم سوال بعدی. سوال بعد، اگر F این باشه ضابطه F و F کدام است؟ زود ببینم. نکن شماره کارت دادی، نگاه کن دیگه چه کار میکنن الان دیگه. حل کنید تا من یه چای بزنم.
باریکلا. آفرین رسول. ما در ساعت 9:50 یک سورپرایز خیلی وحشتناک توسط مدیر با کلاس آنلاین داریم. خلاصه گفتم خیلی وحشتناکه، یک کار خیلی باحال. میگن یه قرعه کشی میخوام بکنم به 2 نفر. آقا 206 میخوام بدین؟ نه پولیه، میگن سراتو میدن. آها خب نمیدونم، منم همین الان به من گفتن نمیدونم چیه. خودم هم شوکه شدم، زودتر بیاد ببینم. خب ببین الان اف او اف رو میخوای دیگه، درسته؟ من آقا به جای x چه عددی بذارم؟ اولین نفر ببینم که 2، اینم 2، به جای x هم 2 بذارم، اینم آقا 2، اینم 2. آقا 2، من f 2 رو میخوام پیدا کنم. f 2. حالا سوال، اون آقایی که به من گفت 2، شما به من بفرمایید که اون آقایی که به من گفت 2 چرا 2 گفتی، چرا 1 نگفتی؟ مثلا آقای مدرس الان گفته 1، آفرین 1 مخرج صفر میکنه. آقا اف 2 چی میشه؟ درزم آقا ما این تست رو خیلی قشنگتر هم میتونیم حل کنیم، خیلی قشنگ با دامنه هم میتونیم حل کنیم. الان یک رو نمیتونم بذارم، یک رو که نتونم بذارم یعنی این رفته، این هم رفته، قبوله؟ آقا یک رو نمیتونم بذارم دیگه، دوسته کلن حذفه. پس من انگار میخوام بین 1 و 4 عدد گذاری کنم. اف 2 رو گذاشتم، اف 2 میشه 2، 1 منهای 2 میشه منهای 2. حالا منهای 2 رو بذارم داخل، اینم منهای 2 رو بذارم داخل، منهای 2 رو بذارم داخل میشه منهای 2 به روی 3، پس میشه منهای 2 سوم. پس اگر 2 رو بذارم میشه منهای 2 سوم، اگر 2 رو بذارم میشه منهای 2 سوم. خب کدام گزینه میشه؟ 2 رو بذار تو گزینه اول نمیشه، گزینه 4. تمام، درسته؟ یه پیشنهادی من دارم به این دوستان، اگر مثلا این اونجا باشه خیلی بهتره. نه من اینجوری نگاه میکنم، هم به دوربین دارم نگاه میکنم هم به چتا. من وقتی اینجوری نگاه میکنم اینا این وره منو میبینن. آره خب آخرش دوباره میگین لطفا. آره نکن، 2 رو گذاشتم تو تابه، 2 رو گذاشتم تو تابه شد منهای 2، اینجا پس میشه منهای 2. اف منهای 2 رو میخوای پیدا کنی، اف منهای 2 میذاری داخل میشه منهای 2 سوم. پس اگر 2 رو بذاری تو گزینه ها باید بشه منهای 2 سوم. دو و سه رو که قبلا خط زدی بین 1 و 4 دیگه، خیلی راحت. بریم سوال بعدی. خب یه درسنامه میخوام بگم بهتون بچه، نگاه کنین یه درسنامه بگم. ما اف او جی رو که داریم،
یا F رو به ما میدن، G رو میدن، F و G رو میخوان، یا F رو میدن، F و G رو میدن، G رو میخوان، یعنی این ورش رو میخوان، یا G رو میدن، F و G رو میخوان، این ورش رو میخوان، یا هم که خود وسط چی میخوان؟ F و G رو میخوان دیگه. یعنی نگاه کنی من سه تا چیز دارم، F و G و F و G، اینا میشه سه تا زل، دو تا شو به ما میدن، اون یکی دیگر رو میخوان. که من الان همه مدل ها رو با عدد گذاری حل کردم، F و G رو داشتیم، F رو خواستیم یک گذاشتیم، F و G رو داشتیم، G رو گذاشتیم یک گذاشتیم، F رو پیدا کردیم. خب حالا پس این کاراییه که روی خود ترکیب تابع رو لازم داریم. حالا یه چیز کوچولوی دیگه هم هست به نام دامنه تابع. بچه‌هایی که الان 12 هستن گوش کنن، این خط رو اشتباه کشیدم، اینو می‌خواستم ببرم بالا خطش. ببین آی بچه‌ای که 12 هستی گوش کن، F O G X این دامنه رو می‌خوای پیدا کن، میگه این X ها تو G، یعنی اون ایکسایی رو پیدا کن که ایکس عضو دی جیه و کل جی ایکس هم تو دامنه افه. نوشتن همین 25 صدم تو امتحان نهایی داره و امتحان نهایی هم اتفاقا بسیار بسیار مهمه. دوستانی که امسال تقلب کردن چون امتحان نهاییشون کم بود، سازمان سنجش از رو امتحان نهایی مقایسه کرد، گفت آقا اینا تقلب کردن. آی همکار عزیزی، آی مافیای کنکوری که دوست داری امتحان نهایی حذف بشه، کنکور فقط باشه، به این دقت کن، چون فیلم منو بعدن میبینین شما. الان مجلس گفته آقا میخوایم امتحان نهایی رو تصویب کنیم، یک عده لشکر گفتن نه آقا فقط کنکور. این چه حرفی؟ حالا گوش کن، امتحان نهایی اتفاقی که از استانداردترین امتحان هایی در ایران هست. خب بگذاریم از حاشیه، دی اف او جی میشه این. مثلا شما اف ایکس دارین رادیکال یک منهای ایکس، جی ایکس این داری ایکس منهای یک، شما میخواید دامنه اف او جی رو با استفاده از تعریف پیدا کنی. اول باید بنویسی ای جانم دامنه اف او جی میشود ایکسایی که ایکس عضو دی جیه و جی ایکس عضو دی افه، این 25 صدم داره. بعد F X رو پیدا کنی، X های کوچکتر از یک، دامنش رو پیدا کنی، خود این 25 صدم داره. این X های بزرگتر از یک، خود این هم 25 صدم داره. بعد بیاید جایگذاری کنیم، میشه X هایی که X عضو D G، X هایی که X عضو D G، و جی ایکس یعنی چی؟ خودش عضو دی افه. حالا اینو به توان دو برسون، میشه ایکس کوچکتر از چند؟ دو. پس ایکس بین یک و دو، این میشه دامنه اف او جی، این میشه دامنه اف او جی. اینو همکارای عزیز ما در مدرسه گفتن بهتون، بسیار عالی، روش کتاب درسی هم هست، دقیقا هم همینه. اما من میخوام یه چیزی بگم بهتون، اینو من امروز چندم آقا؟ دومه دیگه نه؟ دوم آبان میگم، اینم فیلم بموند، بعد از هفته دیگه میبینی تو کل کانال ها و اینا هست. یه روشی ابداع کردم خودم، اسمش هم زده. اینم از چون ما بچه مشهدیم یه میدونی داریم به نام میدون زد، بهش میگم فلکه زد. این زد یعنی چی؟
یعنی دامنه F دامنه G ضابطه G تو دامنه F ضابطه G تو دامنه F. من با اجازه شما و دوستان عزیز همه رو پاک میکنم اینا. ببین چه میکنم، ببین چه تسهل کنیه این روش. آقا شما گفتی زد دیگه، بله زد یعنی ضابطه جی، ضابطه جی ایکس منهای یکه تو دامنه اف، دامنه اف کوچکتر از یک. شما اینو حل کنی تمومه دیگه. ببین ایکس منهای یک باید کوچکتر از یک باشه. آقا زیر رادیکال نباید مثبت باشه. بیا آقا بچه پنجم دبستان میدونه زیر رادیکال باید مثبت باشه. حالا اینو میخوای حل کنی؟ یکو میبری این طرف، یکو میبری این طرف. بفرمو کیف کردی؟ ما چاکرتی بابا اراده. آقا برای همه تستا جواب میده، هر تست دامنه اف او جی خاصی این روش جواب میده. یه بار دیگه میگم، یه بار دیگه میگم، روشی دارم شا نداره، روشی دارم به نام زد. زد یعنی چی؟ اینو بزرگش کنم، بزرگ بزرگ بزرگتر، این بیاد اینور، آه اینجا این زد. آقا زدی که نوشتم به همین ترتیبی که می‌نویسم زیر اف او جی می‌نویسم. مثلا اگه دامنه جی او اف رو خواستم زد رو زیر جی او اف می‌نویسم، میشه زد مال اف دالش مال جی. مثلا اگه من دامنه اینو خواستم، نگاه کنی دامنه جی او اف رو خواستم، اینجا زد می‌نویسم یعنی ضابطه اف دامنه جی. درست شد؟ قبوله. حالا من با توجه به این میام حلش میکنم. ضابطه جیمون، ضابطه جیمون اینه دیگه، ایکس منهای یک توی دامنه افمون، دامنه افمون ایکس های کوچکتر از یک، پس اینو باید اینجا بنویسیم کوچکتر از یک. تا اینجا اوکیه؟ حالا شما داری رادیکال x منهای کوچکتر از یک، آقا اینو میخوای حل کنی، اینه که دیگه کلاس منم نیای و با منم کار نکنی که میتونی حل کنی. به توان دو برسون کلکش کنده است. زیر رادیکال مثبت میشه x منهای یک بین صفر و یک، x بین یک و دو. خیلی قشنگ و توپل. حالا شما با همین روش z دامنه جی او اف رو پیدا کنی. میدونم عالیه، میدونم عالیه. شما از هفته بعد باز همین روش رو توی کانال ها میبینی، میگی نه نگاه کن آقای سالی، هفته بعد من به شما نشون میدم که تو کانال همین روش هست. خب آقا دامنه اف او جی، بعدم میان میگن آقا مال خودمونه. آقا من میخوام اینو حل کنم، دامنه جی او اف جوف، اینجا هم زد بذارم، این هم زد. به چه خطی شد، مثل نستعلیق میشه دیگه. به خب آقا زد چیه؟ اینجاست ضابطه اف. توی
دامنه جی. دامنه جی چیه بچه ها؟ همه بگن. آقا همه بگو دامنه جی چیه؟ زود 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 زود. چطا بازه؟ باری کلا باری کلا. آفرین مرسی. برو ببینم. همه بگن. همه بگن من ببینم. میخوام ببینم چند نفرین الان تو کلاس. باری کلا. اوکی مرسی. حالا این باید بزرگتر از یک باشه. من میخوام اینو حل کنم، این آقا رو حل کنم، چیکار باید بکنم؟ به توان دو. درست شد؟ یکو میبرم این طرف. نمیره. آه رد شد. تمام. الان میپرسه دوست من، میپرسه که شما چرا اونجا بزرگتر از صفر گذاشتی؟ اونجا رو چون زیر رادیکال باید مثبت باشه. الان این چون بزرگتر از یکه، قطعا بزرگتر از صفر هم هست زیر رادیکال دیگه. اشتباه کردیم بچه ها. اینجا یک باید بذاریم. اشتباه شد. خیلی اشتباه جالبی کردیم. ببین به توان دو برسون. آه x یک منهای x بزرگتر از یک، منهای x میشه بزرگتر از صفر، x میشه کوچکتر از صفر. تمام. به توان دو رسوندیم دیگه. دامنه g x بزرگتر از یکه. به توان دو رسوندیم. یک منهای x مثبت شد. از یک هم بزرگتره. یک رو میبریم اون طرف میشه صفر. x کوچکتر از صفر. تمام. حالا من با استفاده از همین قانون z میخوام تست حل کنم. بیا ببین چه تستایی حل میکنم. ببین چه میکنیم. سوال گفته اگر در ضمن خیلی داد میزنم من اینجا، اینجا که مزاحم نیستیم. اوکیه آقا. در ضمن اف ایکس باشه رادیکال ایکس منهای 6، جی ایکس همین باشه، دامنه اف او جی رو پیدا کن. خب دیگه این صفر رو کی میذاریم؟ ببین بابا این صفر الان زیر رادیکال باید مثبت باشه دیگه. ببین منو زیر رادیکال من نباید مثبت باشه. پس یک منهای x باید بزرگتر از صفر باشه. درسته عزیز دل؟ کیانی درسته؟ حالا من اینجا گفتم بزرگتر از یکه. آقا وقتی بزرگتر از یکه، خب بزرگتر از صفر هم هست دیگه. همون دیگه. تو دلش نهفته است. آقا اینجا می‌نویسم زد. بیا. اینم زد. یعنی چی؟ اف او جی. اینجا زد. یعنی ضابطه F تو دامنه G. ضابطه F چیه؟ ضابطه G چیه؟ ضابطه G 5X منهای X2. ضابطه G تو دامنه F بزرگتر از 6. تمام. خب ریشه این هم که دو و سه هست دیگه. میشه بچه داری حال میکنی ها؟ میبینم که خیلی داری حال میکنی ها. ای بنازم. آره برقراری عزیز. بابا باریکلا. ای بابا علی طاهری ادا حال بدا رو در نیار.
از این کارگاه بازم میزنیم. چشم. خب سوال بعدی، بیا ببین اینو چه کار میکنه. نمودار زیر مربوط به تابع F و G هستن. اگر دامنه تابع F و G به صورت A و B باشد، B منهای A کدام است؟ این یک تست کاملا لاکچریه. یعنی چی؟ یعنی کلن با بازه نمیتونیم بریم. اصلا این تست رو هیچ کس با عدد گذاری نمیتونه حل کنه. بگی با زد برین. آفرین رسول. رسول تو مال کجایی؟ رسول کدوم شهری؟ آفرین. کدوم عرصه؟ آفرین، باریکالله ماشاءالله. از زد میشه حل کرد؟ بله، از زد باید حلش کن. ببین منو، من مینیسم زد، زد یعنی چی؟ واسطه دیگه. زاویه جی تو دامنه اف، زاویه جی تو دامنه اف. الان دامنه اف ایکس های کوچکتر از منهای یکن دیگه. پاکش کنم این یکم که شیطون شده. ای شیطون نمی‌نیسی برای ما؟ باشو ننیس، تو هم دل ما رو بشکن. ایکس های کوچکتر از منهای یک اینجا نوشتم دیگه. بچه ها قبول دارین که دامنه اف ایکس های کوچکتر از منهای یک هم درسته؟ حالا نگاه کن ببین چی کار میکنم. اصلا اینو یادت باشه، ایکس های کوچکتر از منهای یک. ببین جون من، ببین که ببین اصلا یعنی وحشتناک دارم میخوام حلش کنم با یه حرکت خیلی کوچولو. ایکس های کوچکتر از منهای یک، منهای یک اینجاست دیگه. ضابطه یعنی ایگرگامون دیگه، ضابطه یعنی ایگرگامون درسته؟ ضابطه این کیفه چی اومده اینجا؟ برداشتمش. خب اینجا منهای یک، اینجا منهای یک. خب حالا من میخوام ایکسام کوچکتر از منهای یک باشه، یعنی ضابطه جیم کوچکتر از منهای یک باشه، یعنی اینجا رو لازم دارم. اینجا درست شد؟ به ازای چه ایکسایی؟ اینجا. خب بچه ها به نظر شما اینجا چنده؟ اینجا چنده؟ منهای یک. باریکلا دو تا رفته عقب، دو تا رفته بالا، پس یکی بخواد بره میشه اون. پس اینجا منهای یکه، پس میشه از منهای یک تا صفر، از منهای یک تا صفر. نکنی بچه اینجا منهای یک، این منهای یکه، این خط منهای یکه، این خطی که الان من دارم میکشمش منهای یک. میخوام زیر این خط باشه، یعنی کجا باشه؟ یعنی اینجا باشه. اینجا منهای یک ها، نمی‌نیسه اینجا، اینجا منهای یک، این خط منهای یک. حالا منهای یک این نقطه ای که دارم قرمز میکنم منهای یک، این نقطه اینجا منهای یک. پس این بالاش چنده؟ بالاش هم میشه منهای یک، چون این خط با شیب منفی دیگه. دو تا رفته عقب، دو تا میاد پایین. پس حالا که یکی بره عقب، یکی میاد پایین، اینجا میشه منهای یک.
پس اینجا منهای یک، اینجا اینجا منهای یک، یعنی از منهای یک دارم تا صفر، پس دامنمون میشه بین منهای یک تا صفر. این میشه آمون، این میشه بمون. بی منهای آ میشود چند؟ بی منهای آ میشود گزینه یک. متوجه شدیم بچه ها؟ یاد یک بار دیگه توضیح بدم. چشم، بسیار. چون اینجا یک مقداری این عددا رو نمیشد بنویسیم، من ترسیدم که یه وقتی نفهمیده باشی. من اینجا رو لازم دارم، اینجایی که هی خط کشیده میشه باز برداشته میشه، اینجا اینجا ایکساش کجاست؟ اینجاست. پس من اینجا رو لازم دارم. خیلی خوب، سوال بعدی ببینم. از این تستای اف او جی شکلی دیگه نیست. شکل اف او جی با شکل آه بفهم. این سوال حل کنین، چون هنوز داغه بچسبونم به تنور که یاد بگیرین. خب نه دیگه، من که نمیخوام ضابطه تابع جی رو پیدا کنم. مگه من میخوام روش معمول حل کنم؟ شما اینجا چرا هستی؟ به خاطر که متفاوت داری حل میکنی دیگه. الان اینو باید با یک نگاه حل کنی. گفته نمودار تابع F اینه، به صورت زیر باشد. دامنه تابع F و F رو پیدا کن. یه دو سه دقیقه هم استراحت بعد از این تست میدم بهتون. اینجا رو می‌نویسم Z. Z یعنی چی؟ یعنی ضابطه F تو دامنه F. ضابطه F توی دامنه F. دامنه F چنده؟ آقا دامنه F چنده بگو. دامنمون بینه آفرین بینه باریکلا 0 تا 2. پس دامنمون بین 0 تا 2ه. پس من بین 0 تا 2 که اینجا باشه یه خط میکشم، درسته؟ بین 0 تا 2 کدوم قسمت F تو این باز است؟ آفرین، اینجا. اینجا حالا من باید اینجا رو پیدا کنم. آه اینجا برو جان ما. چیکارش کنیم؟ یکم زیاد ترش میکنیم، اینم پاکش میکنیم. در اوج زیبایی این یکمکی اذیت میکنه. بیارم اینجا. من کجا رو میخوام پیدا کنم؟ اینجا رو میخوام پیدا کنم. آقا اصلا پیدا هم نکنم، چند تا عدد صحیح الان اونجا میبینی؟ یک دو. چند تا عدد صحیح داره؟ دو تا. ببین ضابطه F باید تو دامنه F باشه. وقتی میگه ضابطه F یعنی ایگرگ های F. ایگرگ های F میخواد تو دامنه F باشه. دامنه F بین 0 و 2ه. بین 0 و 2ه. ایگرگ ها کجا بین 0 و 2؟ اون قسمت سبزه. اون قسمت سبزه بین 0 و 2ه. خب حالا به ازای چه ایکسایی؟ به ازای چه ایکسایی اون قسمت سبزه بین 0 و 2ه؟ یکم از یک ایورتر تا خود دو، پس یک و دو توش هستن. خیلی خفن ها بچه ها. این روش
اصلا بچه کی این روش رو تا حالا جایی دیده واقعا؟ میشونا آفر مرسی. خب یکی بعدی قبل از اینکه یکی بعدی رو بریم ما یک استراحت کوتاهی میدیم به شما. یک الان ساعت 8:32 است، 8:27 است، تا 8:30 یعنی 3 دقیقه استراحت. ادامه سوال بعدی بچه گوش کنین سریع شما حل کنین. اگر f x به علاوه رادیکال x باشه و g هم این باشه، جی اف آ مساوی با 5 باشه، عدد آ رو پیدا کنید زود. آه بزرگش کردم که کاملا ببینید. مرسی مرسی. جیه یه چیزی شده 5، جیه چی میشه 5؟ 6. پس اف آ میشود 6. چه رنگی شده ها، اف آ 6ه. اف چی میشه 6؟ ایکس علاوه رادیکال ایکس مساوی با 6 و ایکس میشود چند؟ 4. عجب رنگی، این رنگ چی بود؟ این رنگ ما زدیم جیگری. خب مرسی. سال بعدی تابع فلان دامنه فلان مفروض است. اگر دامنه تعریف اف او اف بازه آ تابع باشد، به منهای آ را پیدا کنید. خب اینم کلاس میپرسن تا ساعت چنده؟ انشالله تا ساعت 8:50. خب زد ای جان یعنی ضابطه اف، ضابطه اف چیه؟ سه ایکس منهای سه تو دامنه اف باشه، بین منهای دو تا چار ایکس. اینجا اینجا اشتباه نکنم باز چار ایکس منهای سه است. آره خب تا یک. خب منهای سه کنیم به اضافه سه میشه یک، چار ایکس چهار، x میشه بین یک چهارم تا یک، بین منهای آ میشه سه چهارم. نه چی شد؟ بین منهای آ اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم. واسه یک چهارم تا یک پاک کنیم. یه بار دیگه بریم، 4x منهای 3 بین منهای 2 مساوی داره تا 1. پس اینجا میشه 1 4x، اینجا میشه چند؟ 4. پس x من بین 1 4 تا 1 درسته؟ حالا کدام گزینه میشه؟ میشه یک چهارم تا یک میشه این. به یه منهای آ رو میخواد دیگه، میشه سه چهارم.
اوکیه. بله. سوال بعدی. این سوال مهمیه. یک سری سوالاتی هست آقا گوش کن. دختر جان، پسر جان، گوش کن. من اگر داشتم F X علاوه یک X هم X دو علاوه یک روی X دو، اینا رو اگر شما یادتون باشه این اتحاد رو می نشتیم، این برابر با X علاوه یک X هم به توان دو منهای دو، اوکیه؟ حداد عادل، گوش نکردم. چرا گوش نکردی حداد جان؟ خب ببین، منو رنگشو عوض کنم، اون جیگریه رو بذارم. اف یه چیزی شده همون چیز منهای دو، پس اف ایکس میشود همان چیز به توان دو منهای دو. اگر اینجا نگاه، توان این یکه، به توان دو رسید. آقا نگاه کن، آقای طراح کنکور رو میزش، الان من رو میزم چی دارم؟ یه عینک دارم، یه موبایل دارم، یه قندون دارم، یه لیوان چای دارم. میگن آقا تو با وسایل روی میز ده کاری بکن، من اینجوری میکنم، کاری میکنم، یه حرکتی میزنم. آقای طراح کنکور رو میز چی داره؟ کتاب درسیتون رو داره. تو کتاب درسیتون شما چه اعدادای خوندی؟ توان دو رو خوندی و توان سه رو خوندی دیگه. پس یادت باشه یا توان دو میاد یا توان سه میاد. نگاه کن، خوب نگاه کن، این یادگاری رو از من داشته باش برای کنکور 1401. ببین میگه F X علاوه یک X هم برابر با X دو علاوه یک X دو. این اف ایکس مون میشه چی؟ ایکس دوی منهای دو. از اتحاد فرید هستم. حالا ممکنه آقای طراح بگه ایکس چهار، ایکس چهار اینجا هشت، اینجا هشت، بازم همونه آقا، اینجا به ضرب در دو شده دیگه. آقا دوست داره بگه آقا اینجا چهل، اینجا چهل، اینجا هشتاد، اینجا هشتاد، بازم همونه. قبوله؟ اگر شما داشتی اف ایکس علاوه یک ایکس هم مساوی با ایکس علاوه یک روی ایکس، اف ایکست میشه ایکس منهای سه ایکس. آقا شما دوست داری اینجا بذاری پنج، اینجا بذاری پنج، پنج سه تا پونزده تا، پونزده تا، بازم همونه ها. اوکی بچه؟ خب حالا شما ممکنه بچه ها گوش کنی اینو، آقای طراح کنکور ببین چی کار میکنه نامرد، میاد میگه آقا رنگ اولیمون F X 5 علاوه یک روی X 5، گوش کن اینو یادگاری از من داشته باش، میشه X 15 x c علاوه یک. بعد میگه آقا f رادیکال سه چیه؟ ای جانم آقا، چتا رو باز کنید بزنیم ببینم چی میزنه. باز باز ببینم چی میزنه.
آقای زمانی جایزت رسید دستت؟ باریکل رسید؟ خب چشم چشم حالا به جای بچه این رادیکال سه رو بیاییم سه کنیم با سه حل کنیم که راحت تر بشه. آقا سجاد عزیز اونی که شما میگی غلطه ها دقت کن ها اونی که گفتی غلطه خیلی ها اون اشتباه رو میکنن خیلی ها ببین چیکار میکنم خوب نگاه کن من اینو اینجوری میکنم اینو پاک میکنم اول اینو مینویسم یک تقسیم بر x به توان c علاوه یک x به توان 15 چرا این کارو کردم؟ به خاطر این کارو کردم که آقا بتونم تقسیم کنم دیگه میشه یک x به x 15 x 15 علاوه یک روی x 15 پس f x من میشه چی؟ آقا اینجا توان ضرب در 3 شده پس میشه x 3 منهای 3 x اون یکش هم که هست حالا چی میخواد؟ f 3 رو میخواد میشه یک به روی 3 f 3 بود دیگه میشه 27 منهای 9 میشه 1/18 آقا همه میزنین 18 همه میزنین 18 جز یه نفر او سجاد باری کلو آقا سجاد شما کدوم مرسی باری کلو پس مرسی خودمونی دیگه ها باریک بله آه اوکی اوکی سال دیگه انشاءالله در خدمتتون هست آقا ببین منو ببین دوستم میگه نفهمیدم آقا ببین این به توان چند شده این ضرب در 3 شده پس من میگم آقا یا 2 یا 3 این توان 3 است من بعد اینو تبدیل کنم به اون یه چیزی به علاوه معکوسش خب اینو که نمیتونم دست منو نگاه کن همه تو فیلم من دستو نگاه کن اینو تقسیم بر این کنم اینو تقسیم بر این کنم نمیتونم انجام بدم دیگه نگاه کن من الان اینو نمیتونم بر این تقسیم کنم اینم بر این تقسیم کنم این اشتباه از در ریاضی باید یه کاری بکنم که میتونم معکوسش میکنم حالا میتونم اینو بر این تقسیم او او او. این چیز داره برعکس چیزش کدومه این که حرکت رو برمیگردونیم نداریم این این فلش آبی رنگ آه درستش کردم اینم بزنم درستش کنم اینم بزنم آه خیلی خوب یه حرکتی کردم کلی داستان شد برام من حالا میتونم اینو برای این تقسیم کنم اینم برای این تقسیم کنم xی تقسیم بر x 15 میشه x 15 اونم که یک تقسیم بر x 15 حالا این 5 شده 15 فلکشو میکنم دیگه
اوکی. خیلی خوب، حالا بریم سوال خودمون. فرض کنیم f جی ایکس x2 به علاوه 1 x2 منهای 4 و جی ایکس هم x منهای 1 x2. در این صورت f ایکس کدام است؟ اینجا با منها داریم سر کار داریم، نگاه کن منو. این یعنی f x علاوه 1 x مساوی میشه با x2 علاوه 1 x2 منهای 4. من اینو اینطوری بر حسب این می‌نویسم. اینجا منهاست درزه، اینجا منهاست، این جی ایکس مونه. اینو میخوام بر حسب این بنویسم، میشه ایکس منهای یک ایکسوم به توان دو، اولی به توان دو به اضافه دومی به توان دو، منهای دو برابر اولی در دومی. درسته؟ میشه منهای دو دیگه. نکنیم ایکس دو منهای یک ایکسوم به توان دو میشه چی؟ میشه ایکس دو منهای دو علاوه یک رو ایکس دو. پس ایکس دوی به علاوه یک ایکس دو منهای دو میشه. درست شد؟ پس اینو باید این کارو بکنم، بنویسم منهای دو، چون یه منهای دو رو داره دیگه. پس اف یه چیزی شده همان چیز منهای دو، پس میشه کدام گزینه؟ گزینه یک. اینو نوشتم، منهای دو کردم، منهای دو اینها رو اینجوری نوشتم، اینو با این شد x منهای x رو به توان دو، یک منهای دوش هم باقی موند. قبوله؟ حالا یه سوال، عدد گذاری چی جوریه توی این؟ ببینیم اصلا من اینو پاک کنم، ما قرار شد با عدد گذاری حل کنیم دیگه. f x منهای یک ایکسوم شده x2 به علاوه یک x2 منهای 4. پس من اگر که مثلا 2 بذارم یا 5 بذارم میشه f 5 منهای 1 پنجم، میشه اینجا عدد بذارم یا 1 بذارم، مثلا f دو منهای یک دوم میشه اف سه دوم، دو گذاشتم میشه چهار. من جی رو میخوام پیدا کنم دیگه، این اف رو میخوام پیدا کنم، میشه چی؟ چهار به اضافه یک چهارم منهای چهار میشه یک چهارم. پس اگر اف دو بذارم بعد بشه یک چهارم دیگه. درسته؟ خب بد میشه اینطوری، چیکارش کنیم؟ دوستان نظر بدن چیکارش کنیم برای عدد گذاری، چه باید کرد؟ من دارم یه بار دیگه میگم، من دارم f جی ایکس x منهای یک x شده x2 به علاوه یک رو x2 منهای 4. میخوام f رو پیدا کنم، میشه یک، مثلا یک بذارم، f یک منهای یک میشه صفر برابر با یک به اضافه یک منهای چار مساوی است با منهای دو. پس من دارم اف صفر میشه منهای دو،
صفر بذارم بعد بشه منهای دو. این غلطه، این غلطه، این غلطه، این اوکی. اینم خیلی ساده. سوال بعدی، اینو شما سریع بگین دیگه، یاد دارین اینو، اینو سریع بگین دیگه، این بی خیالش میشین دیگه. سریع گزینه‌شو بگین، گزینه‌شو بگین، گزینه یه. مرسی مرسی مرسی. یک نفر اشتباه کرد، یک نیست دیگه. آی بچه همینو میزن تو کلتا. مرسی. همه بگن، همه میخوام بگن ها، میخوام ببینم کسی خوابش نبرده باشه. مرسی باریکلا. سه، گزینه ای سه میشه. رد میشیم از این سریعتر که به بقیه مطالبم برسیم. سوال بعدی رو حل کردیم. سوال بعدی، باز دو تا نمودار FG دامنه FOG رو میخواد. زود زودتر همه. هلیا، هلیا اشتباه نکن. مهدی اشتباه کردی، زیرکی اشتباه. رادین اشتباه، زیرکی درست شد. درسته درسته، آفرین. مرسی. چار باریکلا، خوب شد. نگاه کنید، ضابطه اف او جی زد، دامنه اف او جی زد، یعنی ضابطه جی تو دامنه اف. درسته، ضابطه جی تو دامنه اف. ضابطه جی یعنی چی؟ ضابطه جی یعنی چی؟ یعنی ایگرگاش دیگه. درسته، ضابطه جی یعنی ایگرگامون تو دامنه اف. دامنه یک از منهای یک بیشتره، از منهای یک بیشتره، یعنی ضابطه جی مون ایگرگامون بعد از منهای یک بیشتره. خب تمام تابع الان دوکه دیگه، تمام اینجا نکنین، اینا از منهای یک بیشتره، اینا هم از منهای یک بیشتره، پس میشه دامنه خود جی. دامنه خود جی چیه؟ از رادیکال دو بیشتر، من از رادیکال دو کمتر میشه. آره منایی. خودم حال میکنم این تست رو میزنم. درست شد؟ خیلو. سوال بعدی، اینو دیگه شما حل کنید. اگر اینو بیارم یکم بزرگش کنم، اینم بیارم یکم پایین تر، پایین تر بیا اینا، والا نمیشه، کوچیکش کنم. اگر اف این باشه، ایکس ای به علاوه دو سوم و ترکیب دو تابع اف و جی به صورت فلان باشه، مقدار جی دو رو پیدا کنیم. خب بچه چیکارش کنیم؟ جی دو چی میشه؟ باریکلا 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 باریکلا، آفرین، دم همه تون گرم دیگه. اصلا من نمیخواد حل کنم دیگه، اوکی. همه پیام بدن که رد شم از این. این یعنی جی ایکس، این هم که یعنی اف، این هم که شده سه ایکس به اضافه یک. حالا جی دو رو میخواد، اینجا دو بذار، پس میشه شیش به علاوه یک هفت. اف چی شده؟ هفت. اینجا رو هفت بذار، تمومه، میشه گزینه یک. سوال بعدی بریم. سوال، سوال بعدی یکی دیگه هم حل میکنم غیر از این دیگه، تمام.
بله دیگه قرعه کشی کنین. آره مشکل مدیریت این با کلاس آنلاین میگن که دو نفر رو میخوام قرعه کشی کنن که یک سری از پک های من که آره باید باش. بله دیگه میخوام خودشون خریداری کنن بدن بعد بچه ها. کتاب منظورتونه باش کتاب با هزینه خود مجموعه خریداری میکنن و به دو نفر هدیه میدن. بسیار عالی مبارکشون باشه. پستم رایگانه. بله پستم وقتی ما یه هدیه میدن دیگه باید همه چیزش رایگان باشه دیگه. آره خیلی عمالی. من میخوام یه کلاس پیشرفته نکته و تستم بذارم. آقا این کسایی که الان همینجا بودن رو دیگه یک اسکرین شات بگیرین که دیگه به مناسبت اولین جلسه‌مون حالا یک حرکت خیلی خوبی براشون بزنیم. آیدیشون هست؟ آیدی هست؟ اوکیه. اصلا همه اینا رو بتونیم مثلا حالا یک جور خفنی بیاریم تو اون کلاس نکته و تست. خیلی آقا ضابطه زد ضابطه اف تو دامنه جی. شما برای همه کلاس هاتون این کار رو بکنین؟ آه. چقدر عالی بچه ها. اینجا قرعه کشی دارن معمولا این کارگاه ها رو. خیلی خوبه. خب ضابطه اف دامنه جی ضابطه اف تو دامنه جی ضابطه اف کجاست؟ ضابطه اف یعنی ایگرگ های اف تو دامنه جی. دامنه جی بین یک و سه است. بین یک و خود سه کجای اف قرار میگیره؟ اینا اینجا قرار میگیره. به 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 از کجا تا کجا؟ از صفر تا چار. و مسئله اه. این درستش کنیم. آره از صفر تا چار دیگه. اینجا چون سوراخ داره ها. اینجا چون سوراخ داره. اینجا سوراخ داره. اینو حذفش کنیم. اینجا پاکش کنم. نه آها خب پاک نمیشه دیگه. خیلی خب چی کنم؟ اینجا چون سوراخ داره از صفر تا چار میشه. حالا نمیدونم اینجا سوراخ داشت یا نه. اگر رو اف هم سوراخ داشته باشیم رو اف هم ببینیم سوراخ داریم یا نداریم بشه بین صفر تا چار. درست. بریم سوال بعدی. اینم بی خیال این ساده شد دیگه. اینم جالبه. و بریم سوال آخرین سوال همین سوال همین جمعه همین هفته قلمچی 29 مهر 1400. این مال آزمونه آخرین آزمونشه. سورپرایز رو انجام دادیم دیگه. دو نفر قرعه کشی به صورت پک. تمام آخرین سوال و تمام. نمودار اف و جی به صورت زیر است. چند عدد صحیح در دامنه اف و جی قرار دارد؟ زد ضابطه جی تو دامنه اف. دامنمون بین منهای دو تا چاره. بین منهای دو تا چاره. پس تمام اینا هست. قبوله؟ خب اینجا رو من باید پیدا کنم دیگه. اینجا چنده بچه ها؟ این نقطه
این نقطه چنده که میخوره به اینجا؟ منهای دوه شیب این خط میشه هفت پنجم، دو تا که رفته بالا این، پس یک تو اینجا هست، یک بیشتر. پس دامنمون چی هست؟ دامنمون از منهای، اینو پاک کنم که ببینم چنده، از منهای دو هست. اینو چرا پاک نمیشه استاد؟ چکارش کنی که پاک میشه؟ اینو زدم روش. آها پاک نمیشه. این پاک کنه چرا؟ اینو داغ کرده دیگه. نه این پاک کن. یه بار بیام رو قلم، رفتم رو قلم، دوباره بیام پاک کن، رفتم پاک کن، پاک نمیشه. اشکال نداره بچه، مشکل نیست. پس نگاه کنیم منهای دو رو داریم، ما منهای دو رو داریم، منهای یک رو داریم، صفر رو نداریم دیگه. نه اینجا صفره، اینجا نداریم، این وسط رو، این سبزا رو نداریم ها، این سبزا رو نداریم، اینها نیستن تو ایکس هامون، اونجا صفره دیگه و یک نیست. پس منهای دو رو داریم، قلم هم دیگه با ما سر ناسازگاری، سه چهار پنج، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش، شیش تا عدد داریم و گزینه دو میشه. این آخر عذرخواهی میکنم از این که یه مقداری قلم بد خورد، خسته نباشین. خب بچه ها لطفاً با سایت مجموعه نقاط نامعلوم رو به صورت نقاط نامعلوم رو با استفاده از بچه یک چند از این نقاط نامعلوم رو با استفاده از شیب پیدا میکنیم دیگه. من یکی از این اضافه کنم ببینم اگه پاک بشه خیلی خوبه که بچه ها نمیفهمن اینو. خب اینو تو کارگاه بعدی یا فیلمشو میذاریم توی سایت. اینو کنید با استفاده. بله آها خب بازم همینطور میشه. بسم الله. آره اشکال نداره. خب ببینید با استفاده از شیب اون نقاط رو مشخص میکنیم. یعنی من میگم شیب این هفت پنجمه، میرم بالا میبینم که یک این طرفش میفته. خیلی خب ارادتمندم، خسته نباشین. ما هفته آینده هم یک کارگاه داریم عملیات روی توابه، اون فوق العاده عالیه. من یک تکنیکی میگم که شما هر تابعی رو بهتون بگن، مثلا بگن f2x به نهای 5 این نمودارش، f5 منهای 3x چیه، به سرعت شما میتونید اونا رو پیدا کنیم با همین روش‌های خاص. خسته نباشین، امیدوارم که موفق باشین. خدا نگهدار، خدا حفظ شما.